سلام دوستا، حکمت الله رمزی هستم. 40 سال سن برای دروگبا کافی بود تا بالاخره تصمیم به خداحافظی از مستطیل سبز بگیرد و از این به بعد فوتبال را طور دیگر دنبال کند. تا پایان همراه باشید و فراموش نکنید که چینل ما را سابسکرایب کنید و جهت حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک کنید. بازیکن بود که هم در موفقیت‌های چلسی نقش پررنگ داشت و هم در پیشرفت سایلاش در میادین بین‌المللی مهره اصلی بود. شاید روزی که فوتبال حرفه‌ای‌اش را در فرانسه شروع می‌کرد، فکرش را نمی‌کرد که روز چهره مطرح در مستطیل سبز و حتی این که بخواهد در روشنایی دنیا کفش‌هایش را بیاویزد. دیدی دروگبا که تا همین چند وقت پیش فیلم گل‌هایش در لیگ دست دوم آمریکا در فضای مجازی دست به دست می‌چرخید، در فاینال رقابت‌های دست دوم آمریکا همراه با فونیکس مقابل لوئیویل سیتی شکست خورد تا دستش از فتح آخرین جامی که در انتظارش بود کوتاه بماند. بعد از این بازی دروگبا در پیام خبر خداحافظی‌اش را در 40 سالگی اعلام کرد. او اگرچه پابسن گذاشته بود، اما توانست عملکرد فوق‌العاده‌ای را در لباس فونکس از خود به جا بگذارد و در 3 بازی 3 بار گلزنی کند و تیمش را به فاینال برساند. دروگبا در منطقه آبیجان متولد شد و همانجا زندگی می‌کرد. یک اتفاق خیلی زود او را به اروپا رساند. او در 5 سالگی به فرانسه فرستاده شد تا با کاکایش میشل گوبا که فوتبالیست حرفه‌ای بود زندگی کند. این اتفاق پل پیشرفت دروگبا نبود، چرا که به دلیل افسردگی و دلتنگی 3 سال بعد دوباره به ساحل آج برگشت تا کنار خانواده‌اش زندگی کند. دروگبا مثل اکثر فوتبالیست‌ها از وضعیت معیشتی خوب برخوردار نبود و خانواده‌اش به سختی از پس مخارج زندگی برمی‌آمدند. روزهای تفریح دروگبا بازی در پارکینگ بود. پدر و مادرش هر دو شغلشان را از دست دادند تا دوباره مجبور شوند دروگبا را به فرانسه بفرستند. اتفاقی که باعث شد بعدها خودشان هم به فرانسه بیایند و آنجا در یکی از شهرهای هومه پاریس ساکن شوند. از دیگر نکات جالب در خصوص زندگی دروگبا این بود که در دوران نوجوانی علاوه بر فوتبال بازی کردن در باشگاه‌های نیمه حرفه‌ای به درس خواندن هم علاقه داشت. او برای اینکه به دانشگاه برود و درسش را ادامه دهد، شهرش را تبدیل کرد و به لیمانس رفت. رشته دروگبا حسابداری بود و در دانشگاه لیمانس پذیرفته شد. با توجه به اینکه تیم آن شهر در رقابت‌های لیگ 2 فرانسه بود، دروگبا توانست آنجا هم قابلیت‌هایش را نشان دهد و همزمان هم حرفه‌ای فوتبال بازی کند و هم اینکه درس بخواند. وقتی 21 ساله شد، دریافت که شانس این که روز یک فوتبالیست شناخته شود را دارد. در اولین فصل حضورش در لیمان 13 بار بازی کرد و 7 گل به ثمر رساند و بعد از گذراندن 2 فصل دیگر در این تیم با رقم 80000 پوند پیشنهاد یکی از تیم‌های دست یک فرانسه را پذیرفت تا در لیگ یک فرانسه بازی کند. در نیم فصل 2001-2002 توانست 11 بازی انجام دهد و 3 بار هم گلزنی کند تا تیم از سقوط نجات پیدا کند. فصل بعد معجزه دروگبا با 17 گل در 34 بازی رخ داد تا این تیم فرانسوی به رتبه تاریخی 7 جدول برسد. همانجا بود که با فلورین مالودا دوست شد و این رفاقت را تا امروز ادامه داد. در فصل 2003-2004 پیراهن مارسی را پوشید و 3.3 میلیون پوند دریافت کرد تا هم رقمش چندین برابر شود و هم در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند و هم در جام یوفا بدرخشد. 35 گل در 19 بازی کافی بود تا توجه باشگاه چلسی را به خود جلب کند و با 24 میلیون پوند به تیم برود که رویاهای بزرگ در سر داشت. نقطه اوج فوتبال دروگبا حضور در باشگاهی بود که رومان آبراهامویچ برای رساندنش به بالاترین سطح فوتبال بسیار هزینه کرد و البته خودش جز همان هزینه ها بود. 226 مسابقه با پیراهن چلسی از سال 2004 تا 2012 ثبت کرد و 100 گل هم به ثمر رساند تا در این باشگاه نامش را جاودانه کند. البته این پایان کار دروگبا در لندن نبود، چرا که سال 2014 دوباره به این تیم آمد و در همان فصل کمک زیاد به آبی های لندن کرد. 1 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، 2 قهرمانی در جام خیریه، 4 قهرمانی در لیگ برتر، 3 قهرمانی جام اتحادیه و 4 قهرمانی جام حذفی همگی در ویترین افتخارات دیدی دروگبا موجود است. بعد از چلسی دروگبا حضور در تیم‌های همچون شانگهای، گالاتاسارای، مونترال و فونکس را تجربه کرد و کفش‌هایش را در آمریکا آویخت. کارش را در تیم ملی ساحل آج در سال 2002 شروع کرد. زمانی که ساحل آج نه در جام جهانی جای داشت و نه در قاره آفریقا جز قدرت اصلی به شمار می‌رفت. دروگبا در موفقیت تیم ملی کشورش و رسیدن به جام جهانی 2006 نقش تاثیرگذار داشت. او با 65 گل در 104 بازی موفق شد نامش را در تاریخ فوتبال کشورش به عنوان بهترین گلزن ثبت کند و در 3 جام جهانی حضور داشته باشد. دروگبا بعد از جام جهانی 2014 برزیل برای همیشه از بازی‌های ملی خداحافظی کرد.